خب سوال شماره ششم، در کدام گزینه کنایه های بیشتری وجود دارد؟ یک، زامنم من که قباری به دلت ننشیند. قبار به دل نشستن یعنی غمگین نشی، در واقع غمگین شدن کنایه از اولین کنایه. اگر از خلق جهان روی به دیوار آری، روی به دیوار آوردن یعنی از مردم دور شدن، ناامید شدن، کنایه دوم. دو، هر آن که آب من، آب به معنی آبرو، هر آن که آب من از دیده زیر کاه تو دید. ببینید بچه ها، آب زیر کاه امروز هم کاربرد داره. یقین شناخت که بر باد خرمنی است مرا، خرمن بر باد رفتن کنایه از این که وقتی ما روستایی باشیم خرمنی گندم داشته باشیم به باد بدیم، یعنی این که محصولمون رو باد ببره. کنایه دوممون. سه، پای در گل، امروز هم میگیم پا در گل، پامون تو گله، یعنی اینکه گیر کردیم در یک موقعیتی. دست بر دل یعنی اندوهگین، کنایه دوم. سر به پیش یعنی رونده، در حال رفتن. سومین کنایه، رفته عزت سخت خار افتاده ای. سه کنایه اینجا داریم، مصرع دوم کنایه نداره. چهار، دل در جهان مبند، دل بستن به چیزی یعنی دل در جهان مبند، یعنی اینکه وابسته شدن به چیزی، وابسته به جهان نباش. که کس را از این عروس جز آب دیده خون جگر در کنار نیست. خون جگر در کنار داشتن یعنی اندوه خوردن، به این معنی که کسی قدمو معتقد بودن که کسی که ناراحته و اشک میریزه جگرش در واقع گرم میشه و در واقع خون داخل جگر بخار میشه، اون بخار به مجرای دیده میاد و به اشک تبدیل میشه. این کنایه، کنایه در واقع دوم مصرع بیت چهارم و گزینه چهارم است. بنابراین گزینه‌های 1، 2 و 4 دو کنایه دارن، گزینه 3 سه کنایه داره.